و 85مین مراسم اسکار فردا شب یک شنبه شب در لس آنجلس برگزار می شود و برای اولین بار فیلم هایی از افغانستان و فلسطین نامزد دریافت مجسمه طلایی اسکار شدند. فیلم بزک شیب ساخته شده در افغانستان در بخش فیلم های کوتاه نامزد شده و فیلم پنج دوربین شکسته که کار یک فیلمساز فلسطینی است در بخش بهترین مستند. بهمن کلباسی از هالیوود گزارش می دهد. شمارش معکوس تا 85مین مراسم اسکار یک شنبه شب 24 مجسمه طلایی در پرزرق و برق ترین ضیافت هالیوود به بهترین های دنیای سینما میرسد. یک کار یاد گرفتیم و هم سوان زدن تور است. در بخش بهترین فیلم کوتاه امسال اثری به نام بزکشی که در افغانستان ساخته شده در یک قدمی اسکار قرار دارد. این فیلم روایتی است از آرزوهای دو نوجوان رنج کشیده افغان در میان هیاهوی کابل. دو نوجوانی که روزهایشان را به دست فروشی و آهنگری می‌گذرانند و هیچ فرصتی را برای تماشای ورزش مورد علاقهشان بزکشی از دست نمی‌دهند. فؤاد محمدی و جوانمرد پاییز حالا در 14 سالگی برای شرکت در مراسم اسکار از کابل به هالیوود آمدند. فؤاد که تا پیش از انتخاب شدن برای ایفای این نقش در خیابان‌های پایتخت افغانستان دست فروشی می‌کرده، می‌گوید حتی از برپایی چنین مراسمی هم اطلاع نداشته است. اگر ما اسکار بنده شیم همه خارجی ها کستن وقت روی افغانستان هم میبینن که افغانستان یک کشور است که فرهنگ های زیاد داره. افغانستان اصلی را افغانستان اصلی را میبینن. اگر بزکشی فردا شب موفق باشه، این نخستین جایزه اسکار برای یک فیلم ساخته شده در افغانستان خواهد بود. البته آرزوی رسیدن به اولین مجسمه طلایی به این دو نوجوان و طرفدارانشون در افغانستان محدود نمیشه. امسال در بخش فیلم‌های مستند هم برای اولین بار فیلمی از سرزمین‌های فلسطینی نامزد جایزه اسکار شده. هذول هم الخمس كاميرات تاعتي كل كاميرا مرحله في الحياه. مستند پنج دوربین شکسته محصول 6 سال فیلمبرداری یک مرد فلسطینی ساکن کرانه باختری است به نام اماد برنات. او در این فیلم اعتراضات اهالی روستایش به ساخت شهرک‌های یهودی نشین را ثبت کرده است. دوربین‌های او در این مدت یکی پس از دیگری در درگیری با سربازان اسرائیلی می‌شکنند. اماد می‌گوید انتظار نداشته روزی این تصاویر را بتوان به یک فیلم مستند تبدیل کرد. When I started in 2005, I just was filming for. من اول فقط برای فیلمبرداری از خانواده و مردم ده دوربین خریدم، ولی بعد تصمیم گرفتم این مستند رو بسازم تا به همه دنیا نشون بدم که ما فلسطینیان در سرزمین خودمان در چه شرایطی زندگی می‌کنیم و چگونه فرزندانمان زیر سرکوب و اشغال ارتش اسرائیل بزرگ می‌شوند. و حالا اگر برنده اسکار بشویم، توجه جهانی به مسئله فلسطین جلب خواهد شد که یک روز تاریخی خواهد بود. کمک به جهانی شدن داستان دردهای یک جامعه و پیامدهای سیاسی آن. تأثیر غیر قابل اجتناب مراسم اسکار که این بار ممکن است به یاری افغانستان و فلسطین بیاید. بهمن کلباسی، BBC، لس آنجلس.